چطوری رهنما؟ امروز بارون میاد؟ دیروز هم گفتی نیومده. سلام. اومده؟ آره. فکر کنم دیده صندلیشو برداشتیم، رفته صندلی بیاره. سلام. آقای رهنما، باز این آقای کلانپور میاد. شما رو میبینه یه چیزی میگه. به شما که نمیگه، به من میگه. زنی میکنه بین مدافعی تیم گرانادا. مسی برو شهر و کلی مهمون میاد، برو هم بازار میفه و شینی و آشید بخر بیا. فهمیدین اسفناج رو هم پختین از بله حتما خورد شده یا نه؟ من رو خوردش میکنم. خودشو نگه داره، ضرر رو اعصابشه، گناه بکنه قیامتش آتش میگیره. یا دنیاش آتش زنی یا آخرش با سلام. بله خودم هستم. لطف کردین تماس گرفتین. بله بله، اگه واجب نبود که مزاحم نمی شدم. بله بله بله، اون موقع لکنت داشتم، درسته. خب فومن زندگی میکنه، همینجا موندم دیگه. نه چه خبری؟ نه خبری ندارم، برای همین مزاحم شدم. می‌خواستم ببینم شماره تلفنی، آدرسی چیزی دارین؟ آدرسم باشه خوبه، آدرسم باشه خوبه، من خودم می‌گردم پیداش می‌کنم. خب از اون موقع رفتن تهران، زمان جنگ رفتن، دیگه اطلاعی ندارم، دیگه خبری ندارم. شما براش پیش آمدید، چیزی اتفاق نیفتاده؟
خب اجازه بدیم من برم شون برم خودکار بیارم. اجازه بدیم خودکار میارم. سلام علیک. بفرمایید منزل آقا خسرو اینجاست؟ بفرمایید. هستند؟ کی؟ آقا خسرو. وقتشی؟ کی؟ هیچی. نیلوفر، نیلوفر خانم بیا، وقتی شوهرت اومده. کی؟ شوهرت خونه هست؟ میاد. کی آقا اسماعیل؟ دوستشم. میگه دوستشم. کدوم دوستشه؟ دوست قدیمشم. 30 سال پیش. 30 سال پیش که این 10-12 سال شده. بچه باز بودی اون موقع؟ همسن منه. آدرس مالی کیه؟ 7-8 سال پیش. بابا 7-8 سال پیش که اینا 2 سال اومدن اینجا، 4 سال هم از ما اینجا. فامیلی چیه؟ دوانی. خسرو دوانی.
فامیلی شوهر چیه؟ فامیلاشو نمیشناسم. فامیلی خودش، فامیلیش. نمیدونم. هزار تا فامیلی داره. بمون الانو پیداش میشه. بفرما تو. ممنونم. اومدی در بزنم. خیلی ممنون. شب بهت زنگ میزنم. زنگ نزن، صدات نمیاد. اینجا جای آشغال ریختنه؟ تو چه؟ به خودت جمعش کن بنداز تو سر. کن بینیم بابا، تو صاحب نره این موقع شب برکن تو خیابون. تو که صاحب داری چرا این چیزا رو به پیاد ندادم؟ شو بابا. ببخشید این پایین این خیابان هتلی هست؟ آقا جلال، حاج آقا هتل میخواد. چقدی؟ از بالا تا پایین رو نگاه کردم، قیمت های ذره گرونه. قیمت مناسبی باشه. اینجا هتل زیاده، بگردی پیدا میشه. حاج آقا موبایل بیرون، موبایل بیرون. الو سلام قربان. سلام آقا سعید، حال شما خوبه؟ من آدرس رو پیدا کردم اما به نه کسی ایشون نمیشناخت، برای اینکه همه مستأجر بودن. بله درسته. میگم اون موقع ایشون شغلشون چی بود؟ درست 7-8 سال پیش. بعد بله عذر میخوام، اون موقع ازدواج کرده بود آقا سعید. آقا جانم سلام. اتاق بخوام. بله تنها هستین؟ بله. چند شب؟ فعلا برای امشب. بله کارشناسی امرتون هست؟ شبی چند بود؟ 47500 تومن اتاقای تک نفرم. آب گرم دارین؟
بله، برای چایی؟ برای حمام. بله، حموم، تلویزیون، تلفن شهری و صبحانه با اتاق. متأهل یا مجرد؟ مجرد هستم. بله. چند تا توریست داری؟ سلام علیکم. علیکم سلام. دو نفر. پاسپورتاشونو بده. بله. اونا سه تن که؟ یه نفرشون مترجمشونه، شامشو بخوره میره. خوبه هم حرف میزنه. بله. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر قربان. حالا مثلا اگه یه دختر مجرد توی هتل باشه چی میشه؟ ساعت تخلیه اتاق ما هم 12. چی پرسید؟ گفتم مترجمشونی، شام تو بخوری میری. این موقع برو تو اتاق دیگه. از الان برم تنها تو دارم چی کار؟ اینجا رو امضا کنه بابا. آقا بفرمایید داخل. خیلی خوش آمده. خیلی یعنی پیلی اتاق شما. متشکرم. Thank you.
کاری داشتین؟ شما اینجا کار میکنین؟ نه ولی میتونم کمکتون کنم. چه کمکی؟ چی میخواستین؟ اومدم دنبال پشه کش. پشه کش؟ آره اینجا خیلی پشه داره، نمیشه خوابید. اون آقا نیستن؟ نه اون آقا خوابن. کاوه پشه کش داری؟ پشه کش کجا؟ پشه کش اونجا، پشه کش اسپری باش پشه میکشن. اسپری کش برم برجبه برو بگی بخواب. الو سلام. بله بله میدونم. باشه ولی ساعت چنده اونجا؟ نه ساعت چنده اونجا؟ اینجا نصف شبه. آره نصف شبه، یعنی همه کلینیکو بیدار کردی. ای بابا صد بار بهت گفتم که ماما نمیام. اه دیوونم کردی بسته دیگه. آره نه خبری ازش ندارم، ول کن خدافظ. این چیه؟ پشه کش. یکم چندشه ولی کار میکنه. دو خبر دیگر، تلفات حوادث رانندگی در 9 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.6 درصد در سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد 15381 نفر در 9 ماه این سال در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. سلام. سلام. در استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی ثبت شده و مهلت ارائه مدارک آرهای فرد ترافیک 92 تا دوشنبه. گردنتون چی شده؟ نمیدونم، انگار دیشب بد خوابیدم. خبرنگارانی که مدیر رسانه پس از ابلاغ سازمان اسامی و شماره پیگیری آنها را به شهرداری تهران اعلام کردند میتوانند با مدارک لازم به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند. سپاس از توجه خواهم داشت. بیاین یه دونه از اینا بخورین خوب میشه. دستتون درد نکنه، من قرص نمیخورم. خوبه براتون ها؟ نه من هیچ وقت نمیخورم. شما میاین دایی منشین؟
آقا ایسا، از اینجا چجوری باید برم پامنار؟ پامنار از اینجا اتوبوس خور نیست. با پای پیاده میتونی بری یا؟ فوقش نیم ساعت سه رو. از کجا باید برم؟ با آقا کاوا میگم آدرسش برام نقاشیشو بکشه. اگه بخواین خودم میبرمتون. فقط یه نصف روز دایی میشه. نه من کار دارم. کار سختی نیست دا؟ نه خانم، من بلد نیستم. رکعت 57. بهش نگی آدرس من گرفتیم. نه گفتم که طلبکار نیستم. حالا حواست باشه. به من اصلا ربطی هم نداره. طلبکاری بده کاری به من چه مربوطه؟ بابا خسروه. بابا خسروه ماه ها. خسروه شما نیست. حواست باشه. نماز غفلت قضا میخونه. مال مرده مردم مرده اینو. اگه یه وقت پدر مادرتان نماز غفلت قضا میخواد بگو من بگم به این چه خونه. از نشسته راهنه دیگه. خرجش کفاف نمیده. از این کار رو انجام میده. ارزونم میگیره. رکعت 200 تومن. ممنونم. قربون تو. از کدوم ور باید برم؟ مستقیم میری سمت راستت. خیابون نیکپور. میری تو خیابون نیکپور. حموم حاج محمدی. محمودی. سلام آقا. سلام. آقای محمودی کار داشتم. 20 دقیقه نیم ساعت بشین میادش. چیکارش داری؟ از شهرستان اومدم یک آدرس رو ازشون میخواستم. برو نمره 8 رو بزن جواب میده. چی شده؟ با آقای محمودی کار داشتم. نمره بگه الان میام. ممکنه چند لحظه تشریف بیارین دم در؟ این نوبت عمود اومدی میخواید روز و ساعت شو با اون پسره بگو مینویسه. نه حاج آقا یه آدرسی میخواستم. واجبه. سلام. بیا تو دره ببین. کی بوده؟ گفتن 7-8 سال پیش خونه پامنارتون خسرو دوانی. ها یادم اومد. برو بیرون الان میام. فقط میخواستم بدونم برو میام. زنده است؟ یه امانتیش پیش من هم. 7 سال پیش که مامورا ریختن خودشو گرفتن و داروهاشو بردن. قد یه کارتون وسایل شخصیش موند. 3 سال پیش که اومد کل خونه رو اجاره بکنه بهش گفتم وسایلت مونده. گفت میام میبرمش. اما رفت و دیگه نیومد. حاجی ناهار. میام. اون وقتا زن داشت؟ خدا عالمه. اون امانتی الان کجاست؟
ببخشید از کجا میتونم چایی بگیرم؟ جان چایی که ساعت 11 شب به بعد نداریم قربان. اما هنوز 5 دقیقه مونده به 11. بله تشریف داشته باشیم براتون میارم. کاش یه ذره کم رنگتر میریختین. میخواین عوض کنم؟ نه 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 خیلی ممنونم. قند توی اتاقات میست. شکر. الو سلام. بله صبح شما هم. کاوه کیه؟ آها خب چرا؟ اما مگر ننوشتین تا ساعت 10 صبح؟ ما گفتیم یه شیر نسکافه هم در جوار شما بخوریم. خدمت شما. خواهش میکنم. آقا چی کار میکنیم؟ میرین؟ ایشون برای همین میخواستن داییشون بشم؟ نه اون که برای یه قضیه دیگه ای میگم. ما الان گیر امروزشیم. باور کنید از سر ناچاریه وگه اصلا به شما رو نمینداختم. اینجا فک و فامیلی نداره. نه داره. یه مادر بزرگ داره که اون اصلا نباید متوجه بشه. بعد دیگه منم که بی کس و کار دار از اون. باور کنید نیم ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیره ها. میرید اونجا میگید داییشید اونم ولش میکنن. این کارچنسش هم اینجاست. اگه خواستید بهتون میدم. میرین؟ جرمشون چیه؟ جرمید همون چیزی که بهتون گفتم. گفتم مشکل بد حجابی و اینا. باور کنید اینا اسمسش. من خودم رو 10 بار گرفتن. یه کسایی به اسم بابام اومدن درم آوردن. البته مورد من بد حجابی نبوده. ولی خب دیگه اصلا قضیه اینقدام جدی نیست ها. اینا یه کسایی رو میگیرن برای اینکه بگن ما هستیم همین. ببینین شاید یه دست درد سر خوششون بیاد. من وقت در سر رو ندارم. یا هر جو راحت. اسمشون چیه؟ کدوم به دلی آزده که پسرش با این قیافه زنانه بره تو خیابون حالا دیگه ببره؟ بابا جان اینا رو بلشون کنی دو روزه دیگه با شورت بینن تو خیابون. حاج آقا غلط کرده. شما رو بچه باش. به خدا باره اولشه. پدر جان چطور خبر نداری که پسر دفعه چند دومشه؟ حاج آقا دفعه اولشه. به خدا منم دفعه اول هم اومدم این همچین جایی. پس اون دو دفعه کی آورده به جای شما اینجا غلط کرده؟ اینجا رو امضا کن وقت من ندید. میشه اینا از تو گوشه من درارین؟ گیر کرده. بابام زده.
پدر مهسا اقبالی. منم دایشون هستم. بیاین اینجا آقا. خانم شما بفرمید بیرون. شما پدرشین؟ من دایی ایشون هستم. برو این جریمه رو پرداخت کن قبضش بیار اینجا. بیرون برم بانک بدم؟ نه خیر آقا جان، اتاق بغل واحد جریمه. میرین هتل؟ نه، میرم دنبال کارام. خب چرا شما اومدین دنباله؟ اون آقا تو هتل گفتن بزرگترتون نیست، گرفتنتون، از من خواستن من بیام. آره پدر مادرم نیستن، شهرستان. مرسی که جریممو دادینا. زدنتون؟ اینا؟ نه بابا. یه موتوری اومد کیفمو بزنه. افتادم زمین. بعدشم که پولمو زد و رفت. برای همین گرفتنتون؟ نه، بعدش تو میدون انقلاب گیر دادم به کلا. کلا سرم بود. خب چقدر شد؟ چی؟ جریمه. الان ندارم ولی میدم. از یه جای طلبکارم 2 میلیون. ویزیتورشون بودم. تا حالا زورم نرسیده بگیرم ولی حالا امروز هر جوری شده میرم میگیرم. میارم هتل میدم بهت. عجله نیست. اونم همش همینو میگه. چه عجله یه خانم. نه ما علافم کرد. پس من میرم. منو چهری. پول نداریم که. حواسم نبود. میدونم خیلی کار دارین ولی میتونین با هم بیاین؟ نمیخوام تنها برم. خب فرمودین که داییتون مامور دادگستری هست نه؟ بله. ما خیلی مخلصیم جناب رهنما. من نمیدونم خانم اقبالی به شما چی گفتن شما رو کشوندن آوردن اینجا، ولی شما خودتون که تو جریانین میدونین وضعیت ارز و بازار دلار چجوریه. سوبسیتا رو قطع میکنن، از اون طرف تحریما، همه چی شده قوز بالا قوز. به خانم اقبالی گفتم ما یه پروژه داشتیم همین 4 ماه پیش تو اربیل عراق، یه ساختمون 35 طبقه، از پسش بر نیومدیم، کردیمش 18 طبقه، نشد، خوابوندیمش. حالا هر روز پیمانکارش داره اونجا زنگ میزنه میگه حقوق کارمندا عقب افتاده. 2 میلیون چیزی نیست خانم، ولی شما حساب کن 500 تا از این 2 میلیون ها، وقت چی میشه؟ نخیر، بگیم 5 دقیقه دیگه خودم زنگ میزنم. اما ایشون به پولشون زودتر احتیاج دارن. من متاسفانه هیچ کمکی الان نمیتونم بهتون بکنم، ولی باشه سعی میکنم یه جوری جورش کنم. یه خود مهلت بدیم. امر دیگه ای ندارین؟ بهتری؟ خوبی؟ آره بهتر. ساعت چنده؟ 6:30 خانم. وقت شما رو هم گرفتم به کاراتون نرسیدین. گشنتون نیست؟ چرا؟ بریم هتل چیزی میخوریم. رحیم آقا سفارش نداشته باشه غذا درست نمیکنه. باید بریم بیرون. خب
وسایل رو میخریم میریم هتل، خودم یه چیزی درست میکنم. آن چه دوست صمیمیه که 30 ساله ندیدیش. خب پیش میاد. کسی دیگه هم سراغی ازش نداره؟ چرا، پسر داییش، اما اونم 7-8 ساله که ازش خبر نداره. چون محبوب این دوسته. یه دقیقه مادر بزرگم میشه جواب بدین؟ بگین دکترم این حالم داره خوب میشه، همین روزا برمیگردم خونه، الان تو حیاتم. الو الو قطع شد. هیچ کار نداره، خودم بعدم میگم. خب تعجب نکن، دروغ گفتم، از شهرستان نیومدم. از کجا اومدی؟ از کلینیک روانی. قرار بود یک ماه بستری باشم، طاقت نیاوردم زدم بیرون. حال بیخیال. ببخش امروز نتونستم پولتو بگیرم. مهم نیست، سعیمونو که کردیم. حالا زودتر بریم هتل غذا بخوریم. اگه تو هتل اجازه بدن غذا درست بکنیم. آره چرا ندن؟ ان شاءالله که بازم مهمان ما باشین. بارم شما. ای کی در اومدی؟ چه خبر؟ هیچی، چی کار میکنن؟ جریمه. چقدر؟ مهم نیست. حالا اونجا میری چی کار؟ خوش نمونه، نهار نخوردی. سلام. رحیم آقا رفته آشپزخونه تعطیله ها. آقای رهنما میخواد غذا درست کنه. غذای شمالی با همه مخلفاتش. همه مخلفاتش. اونجا هر چی کم بشه رحیم آقا فردا گزارش میده به مدیریت. خودمون همه چی خریدیم بابا. فکر کردم شاید اینجا غذا درست کردن درست نباشه. آقای رهنما بیاد. بله همین. راستی کیارش زنگ نزد؟ نه بابا، تا هم خوشحال یا. البته این دستپخت من نیست، این سردستیه. حالا اشکال نداره، شاید دفعه بعد. حقش بود به کابه نمیدادی من قرقر کرد. درست میاد. کابه یکی از دوستای قدیمیمه. تو دانشگاه من بی پول بودم، این بدتی پیش که با من دوست نمیشد، مجبور شدیم با هم دوست شیم. دوست معمولیه. حالا من فکر میکردم که من بی پولم این بدتیپه. ولی آقا بزودی میرم. کجا انشالله؟ میرم مریخ با امید خدا. مریخ؟ اسم نویسی کردن تو اینترنت برای رفتن به کره مریخ، کامم اسم نویسی کردم. بری چی کار کنه؟ همین کاری که اینجا نمیتونم بکنم. مثلا چی کاری؟ مثلا زندگی. تا آخر عمرش باید اونجا بمونه. تا آخر عمر؟ شرطش اینه که تا آخر عمر بمونه. نمیتونه زن بگیره، نه بچه دارش. مگه میشه؟ من هم نمیگم. کار نشد نداریم. شما خودتون ازدواج کردیم؟ نه. پس بیان بریم. قرار کی بریم؟ 10 سال دیگه. طوری صحبت کردیم فکر کردم فردا صبح میرین. ولی وقت دینی فقا کاوه؟ نه، فکر کن 38 سالگی تازه خونه دار میشم، خیلی هم خوبه. با آرهیم، آرهیم بفرما.
آشپز جدید آوردی؟ نه آقا، آشپز جدید چیه؟ آقا راهنما از خودمونه، همه اینا هم خودش زحمت کشیده. بفرمایید بگشن برا. دستتون درد نکنه. بعدم میام میخوره. خب، راهنما شما خودت بگو. چی بگم؟ برای چی اومدین تهران؟ اومدن دنبال یه دوست قدیمیشون. کی؟ حاملش چی بود؟ خسرو دوانی. کجا این برا؟ تا 7-8 سال پیش خبر دارم توی ناصر خسرو دارو فروشی میکرد. الان نمیدونم کجا باید دنبالش بگردم. باز اینو ول کن، این رفت تو فیسبوک. خود شب تا صبح رو اینترنتی. من کار علمی میکنم. آره. اونجا دو تا خسرو دوانی هست. یکیش اینه. نه این نیست. یکی دیگرشون اینم نیست؟ فکر نمی کنم، نه. یکی اصلا ایران نیست، میتونه همون یکی باشه، عکس نداره، ولی هزار تا هم دوست داره. هزار تا دوست؟ حالا شاید اونم نباشه، ما چون دوستش نیستیم نمیتونیم همه مشخصاتشو ببینیم. مگه هزار تا دوست میشه؟ بله، اینا مجازی هن، واقعی نیستن که. واقعی هن، ولی نمیتونی ببینیشون. اگه گور به گور هم بشی، یکیشون نمیاد سراغه. حالا دوستای واقعیت میان سراغه؟ نه، اینا نیستن اصلا. من گمونم همون ناصر خسرو طرف داروفروشا باید دنبالش بگردیم. ماشین آقا رحیم رو میتونیم بگیریم؟ ماشین. یه دختری بود توی کوچه ما، تای کوچه ما. خونه خسرو اینا یه جای دیگه بود، خیلی دور، ولی هر روز توی کوچه ما بود. اولا فکر میکردم برای خاطر منه، بعدش کم کم فهمیدم عاشق دختر است. اونقدر دوستش داشت که جرأت نمیکرد بره بهش بگه. بعدش که رفت سربازی، چند تا نامه که برای اون نوشته بود فرستاد با آدرس من که من بهش بدم. منم ندادم، به جاش خودم جوابش رو از طرف اون می نوشتم می فرستادم. چند تا نوشتم، ولی وقتی دیدم کار داره بالا میگیره دیگه ننوشتم. یعنی از جانب دختر ننوشتم، از طرف خودم نوشتم که اون هفته دیگه عروسیشه. میدونستم تو اون موقعیت چقدر داغون میشه، ولی کار دیگه نمیشد کرد. چرا؟ مناسب خسرو نبود. بعد ازم که سربازی برگشت دیگه خودش فهمیده بود همه چیز رو. جای دختری چی می‌نوشتی بر خسرو؟ آره نه، فایده نداره. 7-8 سال پیش واسه این آدم ها یعنی خیلی قدیمه. میانگین عمرشون اینا اینجا 3 ساله. یا ترقی میکنن میرن توی تجارت دیگه، یا اینکه معتاد همین دوا داروها میشن میرن. کجا میرن؟ میرن تو جوب میرن. اینجا هیچکی 30 سال پیش خودش یادش نمیاد، چه برسه به این. کاوه راست میگه، اعتمادی هم خودش از همینجا شروع کرده. میخواییم فردا بریم پیشش ازش بپرسیم؟ بله، اونا رو فرستادم. کسریاتون اونا هم به محض اینکه به دستم برسه براتون میفرستم. فردا فیلر لب برام میرسه، یه دونه واسه کنار بذارم.
اونم نوشتم. بله بله. سلام. سلام. آقای فرهادیه. سفارششون رسیده؟ رسیده. ببینین اگه کم و کسری دارن واسه شون میفرستیم. میفرستیم براتون. بله. خداحافظ. چک اینا رو دادی؟ دنبال چک نیومدی. داریم دنبال یه دوستشه. گفتم شاید شما بشناسی. من از کجا باید بشناسم؟ اونم قبلا تو کار دارو بوده. بدهکاره؟ نه خیر. چی شو؟ باید ماهوارت رو بندازیم. چی؟ میگو از تو ماهوارو باید پیداش کنین. دیشه رسیورت کجاست؟ من ندارم پول جریمه بدم ها. من دارم، میدم. اعتمادی چکمو داد. باریکلا. 2 میلیون چک گرفته، همشون میخواد بده جریمه. حالا اگه گرفتن دیگه. با مگه هتل همشون ماهواره ندارن. اونا هتل حسابی هن، نمثل ما که یه ستارمون هم از همون گرفتن. هزار خانی بفهمه من کجا بگردم دنبال کار. کاوه تو رو خدا، فقط یه ساعت. آه اینجوری نمیده، این دستگاه ها میخواه. گر نزن کاوه، تو میتونی. آره دیگه، کاوه میتونه خر بشه. آفرین کاوه. آقا کاوه بیام کمکتون؟ نه دایی جان، کمکی نیستش که. ما چشه امیدمون به چند تا فرکانس فکستنیه که خوش از بین این پارازیت ها به ما برسه. ضرر نداره این همه قرص میخوری؟ نه نمیدونم، نخورم خول میشه. چرا با مادر بزرگت حرف نزدیم؟ عزیز فکر بوده من هنوز کلینیکم، منتظرم یک ماه که تموم شه برگردم پیشش. مدارک و لوازم هم هنوز تو کلینیکه. خب پدر مادرتون کجا؟ تو باغچه. من همجوری تنهایی راحتم. خب یعنی دوستی آشنایی؟ دوستام همه درگیرن، وقت ندارم. تو چی؟ من اینجا فقط خسرو رو دارم. فکر میکردم آدم ها سنشون که میره بالا دیگه دور و برشون خالی نمیمونه. همینطور نیستم. تو به سن سال من برسی دور و برت حسابی شلوغه. اگرف لامسته کینگستان برطرف کننده قطعی ناتوانی جنسی، جدیدترین و بزرگترین محصول در اروپا و آمریکا. زایی سایز و افزایش حجم و درمان زود هنگامی. کادام زخم جنسی، ناتوانی جنسی، نارضایتی، اعتراض و اختلافات جنسی. قابل استفاده برای کلی افراد. سالخورده بیمار. مگه نمایندگی ایران با ایشون نیست؟ نه. الو، الو، قطع کرد. قطع میکنه، قطع میکنه دیگه. شما وقتی میگه با مدیریت کار دارم یعنی چی؟ یعنی که شکایت دارین. میترسن دیگه، مخصوصا اینا که همه کارشون خلافه. بده من اون ماس پاسکو. بده یه شماره بگم. شماره سه تا مونده، کنو باشو بگم. هیچ فرقی نمیکنه، اعتمادی که همه شو میگیم. یا خودت بگیر، آخری رو بگیر. آخری رو میگیریم. بذار این چیم؟ 2 3 سه سه. الو سلام علیکم، خسته نباشین. انشالله لاغور هستش، خسته نباشین. من میخواستم با بخش بازرگانی صحبت بکنم. بله؟ برای گرفتن نمایندگی سوریه، سودان، ارمنستان. بفرمایید که امیر کاوه کیمنش هستم. سردار کیمنش. بله بفرم. مدیریت رو مستقیم. بله. آقای دوانی هستن هنوز مدیریت اونجا دیگه. جان 82 از ایرانه.
بله. نه عرض کردم میگم آقای دوانی هنوز مدیریت اونجا هستن. بله. ایران هم هستند. عرض کردم ایران هستن؟ خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خانم معذرت میخوام، آدرستون هنوز همون آدرس یه لحظه اجازه به من بدید. یه لحظه. بفرمین. بله. 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 خیلی متشکرم. خیلی محبت کردید خانم. انشاءالله که خودتون رو از نزدیک ملاقات کنیم. بسیار عالی. در پناه خدا باشین. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. ایران هستن تا 3-4 ساعت دیگه هم زنگ میزنن. پیدا شد. اما خودم میخوام بهش زنگ بزنم. چرا الان دایی خودت میخوای یه دقیقه صبر کن. چرا میخوای خودت زنگ بزنی؟ قرار زنگ بزنی شمارت میفته خانم منشی میبینه که ما اینجا زنگ زدیم. که آخه بگم چی؟ بگم بهش کلک زدیم؟ چه کلکی؟ بذار زنگ بزنه. میخوام خودش به من زنگ بزنه. خودش زنگ بزن. ما سه تا کشور پیشکش کردیم که اینا خودشون زنگ بزنن. حالا هرجور سلام میدونه. سلام خانم، میخواستم با آقای خسرو دوانی صحبت کنم. نه برای نمایندگی، نه آقای کیمنش، نمایندگی مربوط به خود ایشونه. من منوچهر رهنما هستم، از دوستای آقای خسرو دوانی هستم. شما بفرمایید میشناسن؟ بله؟ بله 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 میشناسن ایشون منو. تا 3 ساعت دیگه میان، 3-4 ساعت دیگه میان. خب پس اگه ممکنه شماره منم لطف کنی یادداشت بفرمایید. 0911 بله و 984 23 بله 23 54. خیلی متشکرم. خودش به من زنگ میزنه. حالا انشالله که زنگ بزنه. تا 3-4 ساعت دیگه گفت میاد زنگ بزنه. خب پس ما بریم که شما حاضر شید. یکم همه رفتنی هم. شما میخواستین داییتون بشم برای همین آقای اعتمادی بود؟ نه، اعتمادی همجوری پیش اومد، برای چیز دیگه میخواستم. چی کاری؟ کلینیک، برای ترخیصم. بله؟ خوبی؟ بله، چه شده؟ هیچی، دارم میرم بیرون. زنگ زد؟ هنوز نه. میزنه. میدونم. پس دیگه میرین؟ نمیدونم. اگه خواستین برین شمارتون رو بذارین پیش کاوه که گمتون نکنین. حتما. خوشحالم براتون. خداحافظ. خداحافظ. او تیپ زدی؟ شبگیری بیام. مراقبت کن. باش. ببین منو. خیلی مراقبت کن. او بابا. بیا این مال تو.
خب حالا کی میخوای بری؟ چون که وکیله میگفت فکر کنم تو یکی دو ماه دیگه کارام درست بشه. خواهی بری اونجا چیکار کنی؟ هر کاری بکنم بهتر از علافی اینجاست. تو که اینجا علاف نبودی داشت چی کارتو میساختی؟ میگفتی اگه یه جزیره باشه و تنها باشم و من باشم و... آره میگفتم ولی الان برام مهمه مردم کارامو بشنون. اگه کارتو دوست نداشته باشن چی؟ خیلی رفتن اونجا بیکار موندن. من به اونا فرق میکنم. آدم های اونجا که نمیدونن تو با بقیه فرق میکنی، فکر کنن هممون مثل همین. اصلا تو کودت ها کجا میدونی؟ من تو خود اونجا بودی؟ نه ولی میدونم. چرت و پرتا رو میگم و فکر کنیم همه جا همینقدر خرابه. خب خرابه. یکم چاق شدی ها؟ آره شاید. راستی ببخش نشد بگم بیای خونه ما. خواهرم چند وقتی اومده همه زندگیمون ریخته بهم. ولی خب هم که زنگ زدی گفتم بیام ببینم. الانم دیرم و باید برم شب جایی دعوتم. منم بیام؟ این تیپی که نمیتونی بیای. میرم هتل عوض میکنم. آخه تیپای تو نیستن. به خودت خوش نمیگذره. نه خوش نمیگذره. من دیگه باید برم. عجله داری حالا؟ آره دوستان منتظرم. آب این وقتی نخوردی؟ حداقل بیا ببر با خودت. سیاحت میکنی؟ از بیکاری. خب بریم یکم بگردیم. کجا برم؟ راست هم میگی اینجای بری سینما. منتظر تلفن خسرو هستم. زنگ نزد نه؟ نه هنوز. میزنه میزنی؟ نه نکش ضرر داره. من بازنشسته دوخانیاتم برای ما مجانی بود. هیچ وقت لب نزدم. قربونت برم تو که زهراشو میدونستی برای چی این همه سال کارمندش بودی پس؟ سیگارنی بیمالیات تو انتظار میچسبه. آدم ها آروم میکنم. دایی گمونم تو زندگی خیلی هم کاری نکردی نه؟ نه جون جدی میگفتی که میخوای بری مریخ زندگی کنی؟ تو چرا باورت نمیشه؟ ایران چند نفر دیگه هم هستن. یعنی هنوزم داوطلب قبول میکنن؟ شاید
آخر سر از این جماعت 5-6 نفر بیشتر نمیبرم، بعد خیلی خوش شانس باشی. حالا برای چی میخوای بریم اونجا؟ من که دیگه کار نکنم. شوخی کردم. برای چی بمونم اینجا؟ برای چی بمونم؟ لااقل اونجا خیالم راحت، پاهم رو زمین نیست. شاید هم بد نباشه، اما برای همیشه باید اونجا تنها بمونی. تازه اگه زنده بمونی، تنها بمونی، زنده نمونی، خیلی هم فرقی با اینجا نمیکنه. هر جایی میتونی تنها بمونی، لاغر اونجا یه دلیلی داری؟ چطر برای چی آوردی؟ هوا ابریه، شاید بارون بباره. آره بارون اسیدی. سلام هستا خانم. سلام. کاوه کجاست؟ آقا منو چرا حالش بد شده؟ کاوه رفته اتاقش. چه شده؟ نمیدونم. مثل که فشارش افتاده. خوشش. زود اومدیم. چه لباس های قشنگی، چه هوای خوبی. منوچهر کجاست؟ منوچهر اون توه، یکم سردیش کرده. آقا منوچهر حالت خوبه؟ خوبه؟ آقا منوچهر؟ سلام. سلام. حالت خوبه؟ یکم خوبه. این که خیلی رنگش پریده، چیزی بهش دادی؟ نه بابا، چی بهش دادم؟ بعد چرا چشاش انقدر قرمزه؟ چشاش؟ من که چیزی بهش ندادم. عجب خری هستی تو. چرا؟ خب نگاش کن ببین چرا. نگاش میکنم ولی نمیدونم چرا. این بیچاره تو عمرش قرص هم نخورده، تو چی دادی بهش؟ پاشو ببریمش درمونگاه. بابا درمونگاه واسه چی؟ 2 ساعت دیگه خوبه. آمد چه خوبی؟ آره خوبم. بهترین خوبا. نمیدونم چیه تون کلی بکر. بابا این که حالش خوبه که چیزش نیستش کافه. کاش که فردا میفرستادنت. مریخ. من فردا خیلی شلوغ نمیکنم.
پشو برو حداقل این شربت قند چیزی بیار. خیلی خب، با تصمه رو آقا برو بگم. میرم تو میرم پول مفت اونو دادیم به اینا، میرفتیم سه تا ساندویچ میخریدیم میخوردیم خوشحال. اصلا دایی چیزیش نیستش که دایی چیزیته؟ فکر میکنم حالم بده. آبا ببین فکر میکنه، همین که فکر میکنه یعنی حالش خوبه. فکر میکنه که پاشو برو یک کوفتی بخر بخور دیگه. ایشو برای منم بخری؟ ببین اصلا گشنشه، وقتی گشنشه یعنی که خیلی دیگه حالش خوبه. این دکتره چیزی نگین ها؟ چرا نگین، باید بدونه. آفرین، بگین به دکتر، بگین که بره به پلیس بگه، بعد پلیس بیاد چپاقمونو چاخ کنه. و این دایی هم که تال چپاق نکشیده دیگه هیچ. چرا یار، کشیدم. دکتر من انجام شو. سلام. خب مشکل این آقا چی بود؟ سرگیجه داره، رنگش هم پریده دکتر. تهوع هم داری؟ بله. چی کار کردی؟ غذایی بیرون چیزی خوردین؟ مواد مخدر. مواد مخدر چیه؟ یکم علف کشیده دکتر. شما بهش دادین؟ نه اون داده، خودم خواستم. خیلی اصرار داشتن. خیلی خوب، میگم خانم براشون یه سرم وز کنن، فقط یه فرم اطلاعات درباره مشکلشون که باید پر بشه. بله، ما حالا یه دور بزنیم دور مزاحمت رو میشه. بریم؟ بریم. اینا رو برای فروش درست میکنی؟ آره. قشنگن. میخوای یکی برات درست کنم؟ مردا که گردن بند میندازن. زنگ نزد؟ نه. یعنی تو دوست دیگه ای نداری؟ چرا؟ تو شهرمون یه دوست دارم، بسمه. 18 سال هم کار بودیم،
عروسی پسرش دعوت هم کرد. کادو هم دادم. مادرم که زنده بود فامیلا خیلی می اومدن خونمون. بطل خانم با پسرش می اومد محمود. محمود هم سن من بود. اما خسرو داستانش فرق می کرد. خیلی هوامو داشت. یه بار رفتیم اردوی رامسر. خیلی خوش گذشت. چرا نامه ها رو به خسرو نمیدادی؟ نمیتونم. به خسرو حسودیت میشد؟ نه. به دختره؟ تو هیچ وقت زن نگرفتی؟ نه. یعنی هیچ کس تو زندگیت نبوده؟ نمیشد. میگم برو تو اتاقت دیگه بگیر بخواب. شب بخیر. شب بخیر. من دیروز خدمت شما زنگ زده بودم. بله خواهش میکنم. خواهش میکنم. شما بهشون گفتین که زنگ زدم؟ ممکنه شماره موبایلشو لطف کنین به من؟ آخه زنگ نزدن. میدونم گفتین. خیلی ممنونم. ممنون. چی گفت؟ دفتر نبود. میگفت پیغام رسونده. پس چرا زنگ نزده؟ نمیدونم. حالت بهتر شده؟ بهترم. اگه اصلا زنگ نزنه چی کار میکنی؟ امروز بریم کلینیک؟ تو همینجا بشین تا من برگردم. راستی چیزایی که گفتم به دکتر بگی یادت نره ها. بالاخره اومدی؟ سلام. سلام. گفتم دیگه نمیای. مگه میشد؟ تا الانم گفتم حتما زنگ زدن خونمو. نه بابا، کسی چیزی یادش نیست. واقعا؟ دکتر سهرابی؟ به من که چیزی نگفت. رفتی دو روزه برگردی، کجا بودی تا الان؟ درگیر دایم بودم، گفته بودم که اونا خودشم اومده. دایی چه بامزه است. گفته بودی خارجه، کجاست؟ هلند. اقامت اونجا هم داره؟ آره، پیش مامانم. اینجا زندگی میکنه؟ نه، باید برگرده، اونجا زندگی میکنه. خب بگو بمونه. دایم از زنها خوشش نمیاد. دکتر سهرابی هست؟ آره هست. بذار لباساتو بیارم آماده باش، میگم بیاد پیشت. ببین نمیخواد. میخوام مرخص شم. خانم من از کجا بفهمم مریض چشه؟ شما بار اولت نیستا؟ بگرد اون پرونده رو پیدا کن. شما مرخص شده بودین؟ نه دکتر، من 10 روز اینجا بستری بودم. یادتون نیست؟ بله. بعد چند روز پیش داییم اومدن از خارج، رفتم خونه. الانم دیدم حالم بهتر شده، گفتم اگه اجازه بدین مرخص بشم. فعلا که پروندهتون نیست، منم نمیدونم مشکل شما چی بود. حمله عصبی داشتم. با مادر بزرگتون تشریف آورده بودین؟ بله، مادر بزرگم الان مریض بودن، داییم به جایشون اومدن برای ترخیص.
شما دایشون هستین؟ بله من دایشونم. ولی مادر بزرگتون خیلی نگران شما بود. قرار بود که خودشون بیان برای ترخیصتون. درسته. دیدن حالشون خوب شده، خودشون یه ذره حال ندار بودن، من به جاشون اومدم. اگه یه هفته دیگه میموندید خیلی بهتر بود. حالم خیلی خوبه دکتر. گفتم داروهایی که دادین خیلی اثر کرده، اگه ممکنه همونا رو ادامه بدم دیگه. بسیار خوب. شما همون قرصا رو ادامه بدید. دوزش هم اضافه نکنید. شما میتونید برید الان برای ترخیص. فقط یه برگه بعد امضا کنید که با رضایت خودتون دارید میرید و کل هزینه سی روز هم کامل باید بپردازید. هزینهش قبلا پرداخت کردیم. نسخه قبلی همراهتون هست؟ منو بگو فکر میکردم نگرانم. انگار هیچکی به فکر ما نیست. چرا؟ مادر بزرگت که منتظرته. آره فقط اون. خسرو زنگ نزد؟ هنوز نه، اما حتما سر شلوغه، خبر بهش نرسیده، اما میزنه. خبر بهش برسه هر کاری دستشه میذاره زمین با من تماس میگیره. خوش به حالت. هیچ کس کاراشو به خاطر من زمین نمیذاره، به جز تو البته. آقای راهنما، یه لحظه ممکنه تشریف بیارید؟ یه عرض کوچیک داشتم. بیان تو. همینجا خوبه. چیزی شده بود؟ مدیر هتل بود، میگفت شما نباید میومدی این اتاق من. بر همین نمیای تو؟ مرسی برای این چند روز. برای چی؟ برای همه چی. خواهش میکنم. من یه روب دیگه میام پایین. اونم از دیشب که هتل رو ول کردی به امان خدا و رفتی دنبال عشق و حالت. اینم از لباس پوشیدنت. ببین من حوصله دردسر ندارم. دیدم جا نداشتی، کس و کار نداشتی، دلم سوخت. گفتم بیارمت اینجا هم کار کنی هم زندگی. ولی الان پشیمونم. تا آخر ماه یکی رو میارم جات. با جمع کنی بری. حساب من چقدر شده شازده کوچولو؟ کوچولو؟ مگه داری میری؟ آره دیگه باید برم پیش عزیز. همین سفترم که نبودم نمیدونم چجوری گذرونده تنهایی.
تکری؟ نه نیستم. چمدون با خودتون آوردی؟ میرم پیش خسرو. مگه زنگ زد؟ مبارکه. پس بالاخره رفیق 30 ساله رو پیدا کردین. ایول چه لحظه تاریخی. من رو تو بعدم میفهمیم وقتی 30 سال با هم زنگ نزنیم. من 10 سال بیشتر نمیتونم منتظرت بایستم. خب بابا. حسابم چقدر شد آقا کابه؟ حساب آقا منوشه رو از این کم کن. من بهش بدهکارم. قابلی نداره. بردار کابه. قول داده فردا حسابش رو پر کنه ولی اگه نکرد بهم زنگ بزن. باشه؟ باشه. ممنونم. خواهش میکنم. آقای دکتر، یعنی الان شبا دیگه خوب میتونه بخوابه؟ شبا بله، خوابشون که خوبه، فقط قرصاشون مرتب باید بخوره. نکنه دوباره به قرصا عادت کنه. این طفلک از کار و زندگی زده اومده پیش من مونده که مواظب من باشه. این چند وقتم که نبود به سفورا خانم سپرده بود بیاد اینجا خریدامو بکنه، کارامو بکنه، مواظبم باشه. الان که میبینم حالش خوبه ها، انگار دنیا رو بهم داده. حالشو که الان الحمدلله خوبه. پزشکای کلینیک هم همشون نظرشون همینه. حالا شما خدا رو شکر کنید بازم مهسا خانم داریم. خیلی هستن تو زندگیشون هیچ که ندارم قصه شون رو بخورن. ببخشید تو یکم خرید کردم با هم یه عصرونه بخوریم. دستت درد نکنه مادر جون، خسته نباشی. این همون باغچه‌ای که گفتم. کدوم باغچه؟ بابامو همینجا چالش کردم. مگه میشه؟ میخواستم ولی نذاشتن. مهم نیست. خودش که زنده نیست بدون کجاست. من اینجا میام پیشش. ممنون که اومدی. خیالش راحت شد. من از شما ممنونم به خاطر همه کمکایی که به من کردین. مثلا منو از مردن نجات دادین. تو هم کلی نقش برای من بازی کردی. برو دیگه. خداحافظ. ببخشید. سلام علیکم. آقای خسرو دوانی تشریف دارن؟ آره استخدام اومدین؟ جوون میخوانا؟ نه میخواستم ببینمشون. هنوز نیومدم. قرار داریم باشون؟ نه
پس باید زنگ بزنم منشیش وقت بگیره. من از شهرستان اومدم. از همونجا زنگ میزنیم بعد را میفته. الان ها میاد. ببین قبولت میکنه. آقا آقای دوانی بودا، یا اگه میخوای برو بالا هم منشیش وقت بگیر، فقط بگو از شهرستان اومدی. میرم برمیگردم.